ما نجف آبادی بودیم و لهجه نجف آبادی داشتیم و تو خونه هنوز هم با خواهر برادر ما هم نجف آبادی حرف میزنیم. لهجه نجف آبادی خیلی فرق میکنه با اصفهانی. هیچ سرگرمی هم وجود نداشت واقعا. یعنی مثلا یه جعبه مداد رنگی شیشتایی کوچولو، حالا مثلا دوازدتایی بزرگش هم بود، یک جعبه مداد رنگی شیشتایی کوچولو خیلی جهان بزرگ مهمی بودیم که یک بار یادم نصیب هم شد یادم بشه دلیل خیلی مهم بود. برادر بزرگم یه دو سه بار منو برده بود سینما، منو بیا برادر دیگه بود فیلم عروس فراری بود که یادم رنگی هم بود، دلکش در دو نقش بازی میکرد، یکی هم آقا جنی شده بود تفکری بازی میکرد، کمدی بود. مثلا این دوتا فیلم رو برادر و اسپارتاکوس، اسپارتاکوس هم برادر بزرگ ما رو برده بود که همین چند جای اسپارتاکوس فیلم محبوب منه. Starring Kirk Douglas as Spartacus. Laurence Olivier as Crassus. اولین بارهایی که من سینما رفتم مثلا دریچه به جهان دیگه به اون باز شد. سینما اینا. بعد یادم با خودم گفتم اینا رو چجوری میسازن؟ اون موقع ها میگفتم من یا باید معلم بشم یا کارگردان. مثلا اون جوانی ها یه دوره یادم چی شده تم روزنامه اطلاعات صفحه فرگانه که دکتر جواد مجابی سردبیرش بود. حالا همون دوره چه جیرانی هم اونجا بوده، بود جیرانی میدیدم، رسول سردمانی هم توی حوادثش بوده، من اونا رو دیگه نمیشناختم ولی جیرانی میدیدم. بعد اونجا کار میکردم. این دوره بود که حالا بعد از آتش بدون دود که بعد ابراهیم یه داستان دیگه است باید تعریف کنم، میخواستم فیلم بسازم، یه سناریوی برده بودم کانون و 12-13 بار بازنشستگی تصویر شد. که با آقای دادگو سر همین جوی آب و جوهای آب توی همین محوطه یه چیز موزه اینجا کنار جوب نشستیم با هم قرارداد بستیم. چون اولین فیلم بنیاد فارابی رو من ساختم. داستان این بود که ما خونه رو انتخاب کرده بودیم، مجید هم انتخاب کرده بودیم، مهدی باقر بگی مونده بود، بی بی خود مادر من مثلا میرفت با این زنهای محسن همسایه دوست داشتن و حرف میزد اینا، ما میرفتیم تست میگرفتیم از اونا 10 تا 20 تا 15 تا یادم 20 تا چند تا تست از این خانم ها دیدیم. یه روز یکی از خواهرم یا برادرم گفت شما که داری میخونی سراغ زنهای معمولی خاندار، خب مامان خود اون میزنه معمولی خانداره، به اضافه اینکه مامان من عاشق سینما بود، یعنی هفته دو سه بار سینما می رفت، تمام سریال های تلویزیون رو می دید، یه رادیو تو آشپزخونه بود مدام قصه های رادیو اونا رو گوش می کرد، کتاب هم زیاد می خوند، همین قصه های مجید مثلا خونده بود چند بار. یه روز یه دوربین VHS انقدی هم داشتیم، برداشتیم و مامانم بریم تو خونه ای که انتخاب کرده بودی و به خونه که تو فیلم هست با مجید مهدی باقری. قصه خوابنما رو مامانم گفتم اون قصه خوابنمایی آیت کوپاره، گفتم اون صحنه شو مثلا میخوایم کار کنیم، و مامانم میدونست اصلا چی. به مجیدم یه توضیح دادم، گفتم فیلم بدایه بگین دیگه هرچی گفتید. آقا اینا شروع کردن ما فیلم برداری کردیم و بعد دیدم عجب خوبه مامانم. ببینیم خاره اون پورشون زوارش در قرار نبود برای من خرج بتونه کفش سالی یه جور پروتن و من معرفی کردم، الناز شاکروس و من رو معرفی کردم، عبز خانم افسانه وایگان و من در واقع چیزی رو تغییر دادم با فیلم خواهران غریب،
ایشون یه فیلمای رده دیگه‌ای بازی می‌کرد. با خواهر غریب من توی رده دیگه‌ای واقعا. اولا که من بگم مثلا خواهر غریب خیلی فیلم موفقی، جشن فجر جایزه بهترین کارگردانی، خانم افسانه بایگان چشم آزر چند جایزه گرفت، خارج کشور جایزه گرفت، فلان فلان اینا. آقای زم خودش کش که خواهر غریب دو رو بساز. گفتم محاله، من خودم تکرار نمی کنم، نساخته. یه روزی این آقای وحید نیچخا آزاد اومد گفتش که من چند شب پیش خونه یه دوستی بودیم اینا، دیدم فیلم سلطان غرب ها رو الان فکر مثلا اگه 10 سال پیش بود بیشتر، 10-15 سال پیش بود، مثلا فیلم مال 30 سال قبل بودیم. گوشتن سلطان غرب ها رو میبینن، من میشستم دیدم فیلم جالبیه، با رغبت میشه هنوز دید، بیا اینو مثلا به روز کنیم بسازیم. ببین یک سال گذشت یه روز من چیکار کنیم اینا، فکر کردم سلطان غرب ها، یه بار گوشم آره بدم نیست سلطان غرب ها، دوباره اون بیسش رو گردم خیلی دراماتیکشن، چون سلطان غرب ها همه چیز اتفاق حادثه اتفاق حادثه، تمام اتفاق حادثه رو چیز کردم دراماتیکش کردم و اینا، شد فیلمنامه گلخ. یک سال رو فیلمنامه کار کردم، من هیچ فیلم کمتر از یک سال کار نکردم، یعنی من بدترین فیلم و بهترین فیلم رو کمتر از یک سال فیلمش کار نکردم و همش با این میزان وسواس ساختم، حالا یکیش بد شد یکیش خوب شده. یه تانچ دشمن دارم یه طرف رو راه پس و پیشم ندارم. گفتم که از اول راه و بیراه هم اومده بیرام بازدار، اگه بیراه نمی اومدیم رفته بودیم هوا. بابا راه و بیراه و چپ و راست و بام بس الان شم که رو هوا این سوی حالا دوا وقتشه. خوباش و شب یلدان و مثلا اتوبوس شب و خواهران غریب و به خاطر هانیه و قصای مجید همش و شبونه خرس صورتی میدونه بیقرار تن خواب میبینم در کنار تن شبیه ها دیگه خود منم، تمام زندگی خودمه که ببین مامان من در اصفهان که فیلمو دیده بود اینجور شبیه ها لازم اینجوری هم بود که ببین پلان به پلان من بازی میکردم و فروتن این من بازی میکرد، که وقتی مامان من در اصفهان فیلم رو پرده دیده بود چیو مرز تشخیص داده بود که بادی لنگویج فروتن نحوه بیانش اینا من بودم دیگه، چیو مرز که بعد من زنگ گفت چیو مرز تو واقعا خود یک سال تو خونه حبس شدی تو ما نگفتی، فیلم گفتم آره. الو آقای احمدزاده خونه نیستی؟ من فردوسی هستم، پریا فردوسی همسایه روبروتون. حالا که خونه من جا رفته اگر پنجره نگاه کنی میبینی که دارم باهات حرف میزنم. در حرفم به یک نفر مدیونم، یک نفر، نادر ابراهیمی، مطلقاً به هیچ کس دیگه مدیون نیستم، مطلقاً فقط نادر ابراهیمی که واقعا پدری کده اقل، چون من آزاد گذاشته و سر سکانسی دارم میخواست میرفتم با هر فیلم برداری میگرفتم و تشویقم هم میکردم. سال هاست با فردین کار میکنم، فردین اصلا نازنینه، فوق‌العاده است، احساس درجه یک، شاعر درجه یک، فیلسوفیه واسه خودش واقعا و دوست خیلی نازنینه. یه روزی گفت یه فیلم هم میخوام بفرستم بخونه، باشه فرستاد و خونه و خیلی فیلم خوبیه، خودش نوشته بود هم جمشید، گفتم خیلی خوبه فیلمش خوبه، گفت میای نقش اون پدر رو بازی کنی؟ به نقش های کوچولو، گفتم آره چه امیر. یه روز با جلوی دادسرا یه چیزی به من گفتی، گفتی بابک بهت گفته که به هیچ قیمتی نذار ترانه بره پیش پلیس، گفتی نفهمیدم، اگه فهمیده بودم الان
این روزا حالو نداشتیم.